Hi Muses, welcome to Contemporary Art Museum at Herning, Denmark. سلام میزل، من بازدیدی داشتم از موزه هنرهای معاصر هرنینگ در دانمارک که میخوام تجربه خودم از بازدید موزه با شما به اشتراک بذارم در قالب این ویدیو. موزه هنر معاصر هرنینگ که با نام هارت شناخته میشه یکی از برترین موزه های معماری دنیای مدرنه که توسط معمار برجسته استیون هاول طراحی شده. این موزه در پارک مرکزی واقع شده و به دلیل طراحی منحصر به فردش هم در داخل و هم در خارج بازدید کنندگان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یکی از نکات برجسته در طراحی موزه سقف منحصر به فردش و موجدارشه که نور طبیعی رو از میان درها و شکاف‌های آسمانی شکل خودش به داخل گالری ها میاره. اول نمایشگاهی که ما رفتیم نمایشگاهی بود که از 14 اکتبر 2023 تا 21 اپریل 2024 در موزه هنر معاصر برگزار شد. این نمایشگاه به آثار الفی اتکینز و خالق اون گنیلا برگستروم اختصاص داره. در نمایشگاه آثار اصلی برگستروم از 9 کتاب از مجموعه 26 کتابی که در مورد الفی نوشته و تصویرگری کرده به نمایش گذاشته شده. آثار نمایشگاه دنیای روزمره الفی رو با تصاویر جذاب و کلاژهای هنری به تصویر میکشه. دنیایی که با حضور پدر مهربونش، دوست نامرئیش، مالکوم و دیگر شخصیت‌ها به طرز جادویی به زندگی میاد. در طول بازی کودکان میتونن سوار یک هلیکوپتر دست‌ساز بشن یا در کارگاه نقاشی شرکت کنند و خلاقیت‌های خودشون رو به نمایش بذارن. الفی اتکینز برای بسیاری از کودکان و بزرگسالان به عنوان یک دوست دوران کودکی محبوب شناخته میشه. کتاب‌های الفی در طی 40 سال منتشر شدن و به 40 زبان ترجمه شدن. نمایشگاه الفی اتکینز در موزه هنرهای معاصر هرنینگ تجربه یک دلپذیر و آموزنده بود. آثار اصلی گنیلا برگستروم خالق محبوب الفی به خوبی دنیای جادویی این شخصیت کودکانه را به نمایش میذارن. کلاژها و تصویرسازی‌های برگستروم با استفاده از رنگ‌های زنده و طراح های جذاب زندگی روزمره الفی و دوستانش رو به شیوه زیبا و پرشور به تصویر میکشن. یکی از نکات قوت این نمایشگاه تعامل مستقیم کودکان با آثاره. طراحی هلیکوپتر دست‌ساز و کارگاه نقاشی فرصت‌های فوق‌العاده‌ای رو برای خلاقیت و سرگرمی فراهم میاره. در کل این نمایشگاه به خوبی توانسته که جذابیت‌های دنیای آفی رو به نمایش بذاره و تجربه لذت بخش برای بازدید کنندگان از هر سن و سلیقه‌ای فراهم بیاره. بعد از نمایشگاه آلفی نگاهی داشتیم به نمایشگاه بدن تکنولوژیک یا The Techno Body که از 7 اکتبر 2023 تا 21 اپریل 2024 در موزه هنر معاصر هرنینگ برپا شده بود. این نمایشگاه گروهی شامل آثار 8 هنرمند معاصر بود که به بررسی تأثیر تکنولوژی‌های جدید بر بدنها، روابط، حس‌پذیری و درک واقعیت می‌پرداخت. نمایشگاه بدن تکنولوژیک به بررسی چگونگی پیوند ناگسستنی بدن انسان با تکنولوژی از گوشی‌های موبایل گرفته تا هوش مصنوعی می‌پرداخت. آثار به نمایش در اومده به طیف وسیعی از تکنولوژی‌ها از دیجیتال و بیولوژیکی تا مکانیکی پرداخته بود و پرسش‌های فلسفی و اخلاقی در رابطه با رابطه انسان و ماشین رو به خوبی بررسی می‌کرد. به طور کلی نمایشگاه بدن تکنولوژیک به خوبی تاثیرات عمیق تکنولوژی بر زندگی و هویت انسان رو به تصویر کشیده بود و دیدگاه‌های جالبی رو درباره فلسفه پسامدرنیسم و آینده پژوهی ارائه میداد. با این حال برخی از آثار ممکن بود برای بیننده‌ها کمی پیچیده به نظر بیاید و نیاز به توضیح بیشتری داشت. همچنین نمایشگاه میتونست به وضوح بیشتری درباره چالش‌های اخلاقی تکنولوژی و تاثیرات آن بر زندگی روزمره بپردازد. معماری و طراحی این موزه نه تنها محیطی دلپذیر برای نمایش آثار هنری فراهم می کند بلکه خود ساختمان هم تبدیل شده به یک اثر هنری.
دیوارهای خارجی موزه بابافتی چین خورده و منحصر به فرد یادآور تاریخچه این مکان به عنوان یک کارخانه پیراهندوزیه که به طرز هنرمندانه گذشته صنعتی هرنینگ پیوند خورده. در زمان بازدید من یک نمایشگاه ویژه در موزه برپا بود که به بررسی آثار هنرمندان معاصر اسکاندیناوی می پرداخت. این نمایشگاه به خوبی تونسته بود تنوع و خلاقیت هنری منطقه رو به نمایش بذاره. از مجسمه ها و نصب های هنری گرفته تا نقاشی ها و آثار چند رسانه ای. علاوه بر نمایشگاه‌های دائمی و موقتی، موزه هارت دارای پارک مجسمه، مدرسه طراحی و یک کافه دنجه که به بازدیدکنندگان اجازه میده تا در فضای آرامش بخش و لذت بخش استراحت کنن و از فضای موزه لذت ببرند. همچنین در فضای بیرونی موزه مسیرهای برای پیاده روی و تفکر در میان مجسمه های بزرگ طراحی شده که تجربه بازدید رو غنی تر می کنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. نظرت خودتون رو با من به اشتراک بگذارید. اگه دوست داشتید لایکش کنید و منتظر پیاماتون هستم. See you in the next video.